باشه کار بکنه رام میره؟ نه. باید چیکار کنیم؟ باید بشینیم پشت فرمون. خب دیگه پا رو بذارم رو کلاچ، ماشین رو بذارم تو دنده. خب پا رو کلاچ هم گذاشتی، ماشین هم تو دنده گذاشتی، ماشین رام میره؟ نه. باید چیکار کنیم؟ باید پا تو رو گاز هم بذاری، اون وقت ماشین رام. خب دنده عوض کنیم، تا آخر پتو رو گاز کشار تو سر کیلومتر ماشین داره میپره، تو دره میفته بیفت چپ بشه بشه، آدم تو جاده داره میره زیرش بره، گاز میگه به من فقط ماشین میپرونم. آره این دیگه مسئولش منم، پشت فرمون که نشستم تامو گذاشتم رو گازا، تا دیدم یک دونه بچه پرید تو خیابون جلو ماشین، خب پامو از رو گاز باید بردارم، اما پامو از رو گاز که بردارم ماشین وای میسته؟ نه. باید چیکار کنم؟ باید پارو رو ترمزم بگذارم. با این سرعتی که ماشین داشت میرفت، این ترمز ماشین رو نگه بداره، این دیگه هنر ترمز. دو قسم اعصاب داریم، یکی سمپاتیک گازه، پاراسماتیک این ترمزه. آقای عزیز، اون دست اعصاب گاز میده، این دست اعصاب ترمز میگیره، یک حالت جذب و دفعی این دو دست اعصاب در داخل بدن دارن که حد نداره، که هر دو به اندازش وقتی کار بکنن و رو مرز خودشون برن، قلب حرکت میکند و حرکتش منظمه. اگر سمپاتیک تون کار کنه، قلب حرکتش میشه نامنظم. پاراسماتیک بیش از اندازه خودش فعالیت بکنه، قلب میشه نامنظم. هر دو رو مرز خودشون کار بکنن، قلب منظم کار بکنن. در هر دقیقه اطباء میگن هفتاد مرتبه در هر دقیقه، خیلی ها در هر دقیقه هفتاد مرتبه هی خون میاد تو قلب، این تلمبه‌خانه قلب خون رو میده بالا. در هر دقیقه هفتاد. پس این دستگاه جذب و دفع در خود ما هم هست، در ذره هست، در اتم هست، در خورشید هست، در خود ما هم هست. اینه که شمردم از باب نمونه و دست به هر ذره بزنیم حساب جذب و دفع. این قانون جاذبه رو کشف کرد انیشتین، یا انیشتن، یا انیشتون، چی میخوایی بگو؟ چطور نشسته بود زیر درخت، یک دونه سیب از درخت کنده شد، دید سیب خودش افتید پایین، رفت تو فکر چه نیروی سیب و کشید پایین، قدرت جاذبه زمین این سیب و کشید.
از دیدن یه سیب قدرت جاذبه زمین رو کشف کرد و به دست آورد و فهمید. چون میشد یه وقتی خودی بشر خودی منو از بالی پشت بوم ولم کنن میفتم پایین، میام پایین بازه، اما ممکنه یه مسافرت کیهانی بکنم، در یه جایی برسم در یه محیطی بی هوا، همینجور ولم کنن در جب میمونم، نمیام پایین نمیرم بالا، همینجور هست. گوشت دید الان وزن بدن ما 70 کیلو 80 کیلو، گاهی میشد همین هیکل رو میبرن در یه هوایی میشه 10 کیلو 9 کیلو همین هیکل. وقتی در سطح کره ما اون سه تا بچه پیاده شدن، هی از زمین بهش مخابره میکرد مواظب باش از پله های نردبان درست بیا پایین. مطلب حال اینجا اومده براتون بگم بد نیست، تمام اینا خداست که دارم میگم تا به هدفم برسم. سه تا بچه مسیحی آمریکایی نشستن تو سفینه ی آفروی آزده رفتن طرف کره ما، تمام دنیا خوب یادن 5 دقیقه با حسابایی که کرده بودن 5 دقیقه بعد از ساعت 12 شب بنا بود و حسابهای دقیق اینا برسن در سطح کره ما. تمام مردم دنیا گوش به زنگ بودن، اونه که اهلی حرفا بودن میخواد این مطلب رو بفهمن که آیا چه میشود. خیلی خبر مهمی، اونا خیلی جگر داشتن رفتن. یک درهی که 40,000 نفر رفتن اومدن، میگن یه خورده خطره، میخوای بری بالا دلت میتپه، تو یه کره میخواد بره که اصلا تا حالا کسی نرفته. آیا چی هستن تو چه خبر؟ خب سفینه نشست سطح کره ما، در سفینه رو وا کردن، یک نردبان 4 پله‌ای داشتن گذاشتن بیرون، تمام اینا رو دارن نشون میدن به زمین. نفر اول پشتو گذاشت بار، پله اول، پله دوم، سوم، پله چهارم، هی داره باش مخابره میکنه، مواظب باش، مواظب، چون داره نشونش میده، مواظب باش، الان پاسو میذاری در سطح کره ما، رو سنگ لاخ زمین کره ما، مبادا تند روی کنی بیفتی یا اگر افتادی نمیتونی بلند شی. پاشو گذاشت آقا یه مرتبه تا پاشو گذاشت رو سنگ لاخ کره ماه و تعادلش رو حفظ کرد، خودش رو نگه داشت که یه طرف نیفته، مقابله کرد به زمین. من میخوام یه پیغام بدم از سطح کره ماه به سطح کره زمین، هم نوعانم بشر، از اینجا با تو سخن میگم. یه بچه مسیحی آمریکایی این چی گفت؟ فریاد بعد از این مسافرت کیهانی و خارج شدن از مدار زمین و ورود به مدار ما و پیاده شدن در سطح کره ما، بعد از دیدن این همه عوالم و برنامه‌ها در این مسافرت، ای بشر، من به این نتیجه رسیدم که این عالم مسیحیه از سطح کره ما داد میزنه میگه خدا. بعضی از بچه های ما هنو نمیدونن الف گرده یا درازه، میگه خدا چیه؟ میگه خدا چیه؟ منکر خدا میدونی دیگه، پادی خدا میدونی دیگه. کمونیست یعنی خدا نیست، فارسیش اینه، کمونیست یعنی خدا نیست، منکر خدا، منکر مبدأ.